برگردیم به این چند هفته گذشته و اینکه خدا میخواد ما پرستندگان او باشیم. آمین. گفتیم خدا ما رو برای چی خلق کرد؟ آمین. خدا ما رو خلق کرد که پرستندگان برای اون باشیم. و دلایل مختلفی رو راجع بهش صحبت کردیم، با آیات مختلف راجع بهش صحبت کردیم، راجع به سه قدم صحبت کردیم. گفتیم قدم اول چیه؟ شکرگزاری. قدم دوم چیه؟ ستایش. قدم سوم که بعداً درس میدم و تعلیم میدم، پرستشه. فرق بین ستایش و پرستش رو بعداً برای شما توضیح خواهم داد. اما چیزی که امروز میخوام با شما در میون بذارم راجع به شکرگزاری بود که هفته گذشته مقدار راجع به این صحبت کردم و یه گریزی خواهم زد، و امروز راجع به ستایش میخوام با شما صحبت کنم و راجع به اهمیت ستایش، راجع به اینکه ستایش چه قدرتی داره و زندگی ما رو چطوری تبدیل میکنه. اگه یادتون باشه اساس پیغام راجع به چی بود؟ خدای یه چیزی به این جماعت بگو که این جماعت عوض بشن. آمین. خدا هم گفت اون چیزی که دنبالش میگردی چیز نیست، پرستشه. اون چیزی که زندگی آدم ها رو عوض میکنه ستایشه، شکرگزاریه. اونه که درهای برکت رو باز میکنه، اونه که شفای خدا رو جاری میکنه. راه رفتن با خدا، ستایش قدم زدن با خدا، ستایش گفتگوی با خدا، ستایش دوستی کردن با خدا، ستایش در واقع یک عهدیه بین تو و خدا. خدا من میخوام با تو زندگی بکنم، میخوام زندگیمو به تو بسپارم. آمین. راجع به این صحبت کردیم و امروز میخوام از اونجایی که پایان دادم، از یک آیه بود از مزمور در واقع 22 اگه یادتون باشه، و با این آیه تمام کردم و امروز میخوام با همین آیه شروع بکنم. مزمور 22 آیه 3، یک آیه بسیار کوتاه. و تو ای قدوس، ای خدای قدوس که بر تسبیحات اسرائیل نشسته ای. آمین. راجع به این صحبت کردیم که در واقع شکرگزاری های ما، کلمه‌ای که میگه تسبیحات، راجع به ستایش صحبت میکنه. گفتیم ستایش در واقع اون تمجیدی که از خدا میکنیم، اون نیکویی خدا. میگه خداوند خدای قادر مطلق. وقتی راجع به قدرت خدا داری صحبت میکنی، تو داری ستایش میکنی. وقتی راجع به نیکویی خدا داری صحبت میکنی، تو داری ستایش میکنی. وقتی راجع به رحمت خدا صحبت میکنی، تو داری ستایش میکنی. داری تمجید میکنی، داری اکرام میکنی، داری احترام میذاری. آمین. تو داری شخصیت خدا رو در واقع در قلب بهت هست، داری به زبان جاری میکنی. و کلام خدا میگه وقتی شروع میکنی به تسبیح خواندن، به ستایش، در واقع یک تختی رو مهیا میکنی، یک کرسی مهیا میکنی که خدا به عنوان شاه شاهان بیا و در اون جلوس بکنه. آمین. بعد اگه یه جایی احساس بکنی خدای تو زندگی کجایی، تو حالا شده تو زندگی به اینجا برسی، خدای کجایی، مطمئن باش اگه در خانه تو کرسی باشه که اسمش ستایشه، حتما خدا میاد برای نشستن. آمین. مگر یه جایی پیدا نکنه. اگر تو مشتاقی که شخصیت خدا رو در قلب و زبانت مطرح کنی، خدا بیشتر مشتاق کنار تو باشه. حتی تو روابط انسانی شما نگاه کن، وقتی کنار یه نفر هستی، دقیقا چیزهای نیکویی که تو داری فقط اون تشخیص میده و میگه تو تمام زندگیم تنها کسی بود که فهمید من کیم. حتی پدر مادرم نفهمید من کیم، این فهمید که من کیم. مثلا خانم‌ها خیلی دوست داره همه بفهمن که کیم، حتی آقایون هم دوست دارن. تا حالا شده یه نفر بیاد دست بده روش، نیکویی های تو هر روز به زنگ میزنی، هر روز یه جوری به یه اول پرسیم چطوری که دوباره یه مقدار از نیکویی های تو بگه. یه چی طبیعیه، چون در واقع چسب میاره. حالا راجع به یه نفر بگه، دائم منفی بگو، دائم منفی بگو، دائم غرغر بگو، ما تو دیگه کی هستی، تو این هستی، ببرا اصلا چی، تا شماره تو میفته اصلا نمیخواد نگاه کنه. حتی تو روابط انسانی هم همینطوره. ولی خدای ما خدای نیکوه. آمین. و وقتی تو شروع میکنی با یه روحیه شکرگزار، با یه روحیه پرستنده، با یک روحیه ستایش کننده به حضور خدا میری، هللویا، کلام خدا میگه با شکرگزاری به دروازه های او، آمین، و با تسبیحات در صحن او ساکن بشین. وقتی تو شکرگزاری میکنی و توی این شکرگزاری خدا مرسی برای این، مرسی برای این، مرسی برای این، مرسی برای این،
حتی مرسی برای اون چیزی که میخوای در آینده به من بدی. خیلی از شکرگزاری ما بر روی ایمان باشه. ما معمولا میگیریم میگیم که تا حالا چقدر اون چیزایی که خدا به تو داده شکرگزاری کردیم؟ چقدر برای چیزهایی که دعا کردی پیشاپیش شکرگزاری میکنی؟ ما بارها شده یه نفر اومده برادر میشه یه کاری برام انجام بدی؟ میشه یه شماره تلفن به من؟ میشه این کارو بکن؟ میشه این کارو بکنی؟ بهش میگم که اوکی باشه تو هفته. مرسی برای این کارو میکنی. فقط چقدر برای خدا جلو جلو میگی مرسی که قرار برام بکنی. چند نفر از ما تا گفتیم پشتش میگی مرسی که بهم میدی، مرسی که قرار برام انجام بدی، مرسی که گوش کردی. از آدم ها تشکر میکنیم بلا فاصله، هم نداده، هم وسط هفته نیامده، داده ممکنه یادم هم بره، ولی برای خدایی که فراموش نمیکنه چقدر شکرگزاری میکنه. پیشاپیش تشکر کن. اگه برای شفا داری دعا میکنی، هر وقت دعا میکنی بگو مرسی خداوند برای شفایی که قراره برام بدی. برای کار دعا میکنی، برای تحصیل دعا میکنی، برای آیندت دعا میکنی، برای ازدواج دعا میکنی، مرسی خداوند برای اون مرد و زنی که قراره به من بدی، تو الان داری میسازیش. شکرگزاری باعث میشه که در واقع خدا شروع کنه اون کسی رو که قراره به تو بده هر جای دنیا که هست شروع کنه به ساختنش. نداریم چون که روحیه شکرگزار نداریم. همه ما اینطوریم. وقتی یه آدم شکرگزار میبینیم هر چی از ما میخواد بهش میدیم. با آدم غرغرو بار اول میشه بار آخر، هیچ کسی چی نمیده. و کلام خدا میگه با تسبیحات بیاد یه تختی درست کنید. میگه تو که بر تسبیحات اسرائیل، تو که بر ستایش های اسرائیل، تو که بر ستایش های کلیسا نشسته ای، آمین، حتی تو خونت بیا پرستش رو به خونه هامون ببریم. چقدر خادمین پرستشی شما رو دعوت میکنن که بیاید پرستش ها رو به خونه هاتون ببرید. بیا پرستش رو به دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه و دوباره برگردیم به اینجا. پرستش رو ببر توی خونت. وقتی داری کار میکنی، ظرف میشوری، اوکی، هاللویا، بله خداوند برای محبت تو، مرسی خداوند. وقتی داری جارو میکنی، شروع کنی به پرستش. خداوند مرسی برای حضور زنده تو، مرسی که تو رو دارم، مرسی که خدا تو غمهای من رو بر میداری، مرسی که خداوند تو این هستی، تو این هستی. وقتی شروع میکنی جارو کردن، کلام خدا میدونی چی به ما میگی؟ به چی خدا برام باز کرد الان بهتون بگم، جمعش کنم. هللویا. خدا میگه در یک جا دو تا پادشاه نمیتونه وجود داشته باشه، یکی بس سلطنت کنه. آمین. یه حقیقتیه. کلام خدا هم میگه، میگه وقتی اگه میبینید به مسیح، اگه میبینید به قدرت روح خدا دیوها بیرون میرن، یعنی پادشاهی شیطان داره میره بیرون، بدونید که چی شده؟ یه پادشاهی اومد. دو تا پادشاهی نمیتونن یه جای بشینن. اینو کلام خدا تعلیم میده. وقتی تو شروع میکنی اون تخت سلطنت خدا رو، تخت پادشاهی خدا رو با پرستش میاری تو خونت، هللویا، شیطان از اون خونه باید بره بیرون. آمین. باید بره بیرون. اونجا دیگه در واقع شیطان رو جارو کن به نام عیسی مسیح، برو بیرون، تو خونت بندازش بیرون. یک نفر اینجا سلطنت میکنه، عیسی مسیح. شروع کن تو خونت پرستش و ستایش رو ببر. خیلی از ما میگی وقتی میام کلیسا حالم خوبه، میرم تو خونه خیلی افسردم، چون که تو خونه پرستش نمیکنی، تو خونه ستایش نمی کنی. و خدا میخواد که آنچه که بر قلبت هست بر زبان بیاد. نه برادر من نمیخوام ریا کنم. چی نمیخوای ریا کنی؟ نه من نمیخوام اون چیزی که تو قلبم عشقم به خدا نمیخوام جلو بقیه بگم. خب مثلا حالا چی میشه جلو بقیه بگی؟ نه آخر ریا میشه. ببخشید مثل یه نفره که رفته خواستگاری میخوان عروسی کنن، بعد نمیخوام به کسی بگم، ریا میشه. مگه میشه عشق تو پنهان بکنی؟ مگه میشه آدم ازدواج کنه مخفیش بکنه؟ تو نمیتونی. اون چیزی که در قلبت به زبان میاد، آمین. و تو باید این پرستش، اگه عشق به خدا داری، تو باید اینو به اعلام بکنی.
پس در واقع با اینه که سلطنت خدا جاری میشه. آمین. وقتی تو شروع میکنی تو خونت ستایش کردن، یه کرسی برای خدا مهیا میکنی، یه تختی برای سلطنت خدا مهیا میکنی. میگن یه گروه میسیونر میرن یه کشور اسلامی و شروع میکنن توی این شهر راه رفتن و قدم زدن و شروع میکنن پرستش کردن. میگن توی اینجا خب معلومه دیگه، معلومه کیو دارن پرستش میکنن، مشخصه دیگه. و بذاریم اولین بار در این سرزمین خدای واقعی پرستش بشه. تو خیابون‌ها راه میرن، شروع میکنن در واقع دو به دو کنار همدیگه شروع میکنن آرام پرستش کردن و میگن سر یک ساعتی که شد سر فلان میدون با هم جمع بشیم. میره تقریبا چند ساعتی میگذره، دوباره سر میدونی جمع میشن که جالبه تو اون میدون یه بتی وجود داره که 7 متر قد و قوارشه. سالهای طولانی قدیمی اونجاست. میگه با هم که جمع شدن بدون اینکه سر صداش در بیارن، میگه شروع کردن اونجا ستایش کردن خداوند، شروع کردن دعا کردن و ستایش کردن. میگه همینطور چشما بسته بود، میگه یان دیدن یه چیزی بوف، میگه این مجسمه با صورت خورد زمین و خورد شد. هللویا. وقتی خدا سلطنت میکنه، هر سلطنت تاریکی باید فرو بریزه. آمین. همون چیزی که فیلیپیان میگه، هر زانویی خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداونده. آمین. وقتی تو شروع میکنی تو خونت پرستش کردن، یه چتر روحانی میاری روی خون بچه هات، روی زنت یه چتر روحانی میاری. وقتی شروع میکنی برکت دادن، روی سفره خونت یه برکت میاری وقتی شکرگزاری میکنی. و خیلی از ما سقف چتر خانه‌مون سوراخه. چرا؟ به خاطر اینکه کامل پرستش نمی کنیم، درست پرستش نمی، وقت نمیذاریم برای لیست دعا، وقت زیاد داریم اما در تمجید خدا گفتن چقدر. میگن یک، اینو چند قبلا هم گفتم، ولی یه مادری بود که دخترش میفته توی گناه و پا رو همه چی میذاره و میره دیگه، کارش به کاباره و دیسکو و رقاصه یک دیسکو میشه، یک کاباره میشه. و جالب این مادر که ایماندار بود و قلب خیلی خوبی هم برای بشارت داشت، بعد از مدتی دیگه بشارت هم نمیده و به خودش میگه من چطوری برم به مردم بگم بگن دختر خودت اینطوریه. فقط دعا میکرد خداوند چرا اجازه دهی دختر من برن؟ من که فرزند تو هم، من که برای تو همه چیمو دادم، چرا این کار رو میکنی؟ چرا اجازه دهی؟ چرا جلوشو نگرفتی؟ چرا این کار نکردی؟ چرا این کار نکردی؟ سالهای طولانی یه مدت هم با خدا قهر میکنه، چون که آدم بعضی موقع چراش که زیاد میشه، حتی با آدم هم چرا که داری باش قهر میکنی. تا حالا شده با یه نفر قهر کنی؟ قهر پشت چراه، درسته؟ چرا 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 جواب نیست، قهر میاد. با خدا هم همینه، وقتی چرا زیاد میشه و جواب نداری قهر میاد. پنج سال این داستان میگذره، اون شخص بیشتر سقوط 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 به یه جایی میرسه که دیگه از خوانندگی به یه جای دیگه میکشه، که این شخص دیگه روش نمیشه یه مدت کلیسا هم بره. یک بار یه سمیناری میشه و میره توی سمیناری و جالب سمینار راجع به شکرگزاریه. همون اول سمینار میگه کاش نیومده بودم اینجا، چون من چیزی ندارم برای شکرگزاری. آبروی ریخته، کلیسای نرفته، رابطه شکسته با خدا، چی دارم دیگه؟ وقتی ما باید شروع میکنم راجع به شکرگزاری صحبت کردم و راجع به قدرت شکرگزاری، و آیا تاریخ شده برای دردها، برای چیزایی که نداری، برای بدبختیایی که داخلش هستی، تو همون شرایط، تو همون بدبختی، تو همون وضعیت بد، تو همون بحران، اونجا میتونی خدا رو شکر کنی؟ و بعد دلیل میاره که چرا ما میتونیم حتی تو این وضعیت بد، برای این وضعیت بدم شکرگزاری نمیکنم که دخترم تو گناه افتاده، ولی دلایل دیگه دارم برای شکرگزاری که تو مزمور 100 آیه 50تون هست. تا گفتیم یک، خدا نیکوست، دو، رحمت داره، سه، وفاداری او تا ابده. آمین. وفاداری او تا ابده.
اگر تو باور داشته باشی دعایی که میکنی خدا میشنوه و وفاداره. بعد از اون با واعظ صحبت میکنه، واعظ میگه آقا واعظ ببخشید نمیخوام بی احترامی کنم، من به کلام خدا احترام میذارم، ولی این چیزی که داری میگی ما رو شکم سیره. اگه کسی تو وضعیت من باشه، میگه وضعیت چیه، براش تعریف میکنه و بعد شروع میکنه یه دلایل میاره، میگه دخترت هنوز زندن، میگه آره، میگه برو خدا رو شکر کن تو اگه مرده بود نجاتش هم از دست میداد. با دختر دابته داری، میگه آره هر از گاهی آخر هفته میام، میگه برو خدا رو شکر کن تو خیلی هستن دیگه رابطشون قطع میشه، حتی دستت بهش نمیرسه. میگه وقتی با این صحبت میکنی چی میگه، میگه سرش میندازه پایین چی نمیگه، میگه برو خدا رو شکر کن تو خیلی هستن پرخاشگری میکنن و یه چی هم بارد میکنن. بعد چند تا سوال ازش میکنه، میگه اینطور، میگه پس برو خدا رو شکر کن. کنفرانس تمام میشه، شخص میره خونه و شروع میکنه دعا کنه، دوباره لیست دعاشو، ما میگیم لیست آلدی، لیست فروشگاه قدسو، معمولا ما همیشه فقط یه لیست داریم برای نیازهامون دیگه. یادش میاد که شروع کن شکرگزاری کردن. شروع میکنه خداوند مرسی که تو امانت داری، تو نیکویی، تو وفاداری، مرسی که دخترم هنوز زنده است، چون که یه نفر داره مثل من میتونم برایش دعا بکنم، اگه من نبودم کی برای اون بیچاره دعا میکرد. و شروع میکنه چیزهای مختلف، شروع میکنه شکرگزاری کردن. تو این فاصله جالبه، این شخص با این مبشر روبرو میشه که نبی خداست و اون بهش میگه دختر خدا به تو میگه تو رو دوست دارم و از این خانه خراب بیا بیرون قبل از اینکه بر سرت خراب بشه. خیلی کوتاه. قدرت کلام نبی و نبوت همینه، کوتاه حرف میزنه ولی رک. این دختر خیلی به هم میریزه، اون روز اصلا دیگه نمیتونه اون چیزای معمولی، برنامه معمولیش انجام بده، بدون برنامه، بدون هیچ چیز میاد خونه. جالبه، میبینه مادرش دوباره نشسته داره دعا میکنه، در اون کیه این موقع اومده، مادر تنها. میره دختر با چشم گریون اومد، میگه مادر خدا دعای 5 سال تو رو شنید و من برگشتم به خونه. میگه نه دخترم، خدا دعای 30 سال شکرگزاری منو شنید، نه 5 سال دعای قرقر منو. آیا میتونی شکرگزاری کنی در شرایط سخت؟ این از اراده خدا برای من و تو در مسیح عیسی. خیلی از ما بعضی مواقع از شوهرت ناراحتی، از بچهت ناراحتی، از زنت ناراحتی، از کارت ناراحتی، به جای اینکه شکرگزاری کنیم که خیلی هستن که دوست دارن موقعیت ما رو داشته باشن. وقتی شروع میکنی قرقر لعنت داری میکنی، این چیه این شوهری که من دارم، بعد میبینی روز به روز بدتر داره میشه. خدا چرا داره بدتر میشه؟ من دعا میکنم، تو دعا نمیکنی، تو داری نفرین میکنی. این بچه من چرا اینه، تو چرا آدم نمیشی، چرا فلان نمیشی، خدایا اینو درستش کن، آدمش کن. این دعا نیست، تو لعنت داری میکنی. و بعد میگی چرا بدتر شد؟ معلومه، کلام خدا میگه زبان قدرت داره، برکت و لعنت تو زبانه و میتونی خلق بکنی، میتونی نابود بکنی. بیایم خانه های ما یک کرسی درش بذاریم که کرسی ستایش خداست. آمین. توی کتاب ارمیا باب 49 کی میدونه راجع به چی صحبت میکنه؟ ارمیا 49 دستشو بکنم بالا. ایش کس نمیدونه، فقط یه نفر میدونه. ارمیا 49 راجع به ایران صحبت میکنه. اوکی؟ ارمیا 49 راجع به ایران صحبت میکنه، راجع به اینکه خدا پادشاهی رو از ایران بر میداره و حکومت رو دست دشمنانش میده و ایرانی‌ها رو تو دنیا پراکنده میکنه، مثل ما دیگه میایم پناهنده میشیم. اما در زمانهای آخر خدا تخت سلطنت خودش رو در ایران، تخت سلطنت خدا چطوری در ایران میشه؟
به اضافه 50 نفر از مردم خدای واقعی را، هاللویا، با عیسی مسیح آشنا میشن و شروع میکنن او را ستایش کردن و تخت سلطنت خدا از ستایش های اونها بنا میشه. کاری که خدا ما را خوانده، این کلیسا را خوانده که بتونیم مسیح رو با ایران ایرانی آشنا بکنیم در اروپا و ایران. خدا را شکر خدا از طریق افراد مختلف داره تو ایران کار میکنه، اما ما هم یه گوشه ای از اون خدمت خدا هستیم. ایرانی، تخت سلطنت در هر خانه ایرانی حداقل یک نفر یه تخت سلطنت داشته باشه که خدای واقعی در او پرستش بشه. میدونم یک روز خدا این وعدهشو انجام خواهد داد. اونجا دیگه هر قدرت تاریکی، هر بتی باید فرو بریزه در ایران و فقط یهوه خدای اسرائیل، خدای واقعی اونجا پرستش بشه و هر خدای دیگه قدرت شکسته خواهد شد در اونجا. توی انجیل متی یادتون باشه به مسیح میگن دعا کردن رو به ما یاد بده. راجع به موعظه زیاد چنده، من میخوام یه نگاه دیگه اضافه بکنیم به همه اون چیزهایی که خدا مکاشفه داده. مسیح میگه این گونه دعا کنید. راجع به دعای ربانی دارم صحبت میکنم. میگه وقتی میخوای دعا کنی اینطوری دعا کن: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو. میگه با ستایش شروع کن. نام تو مقدس باد. اما تو ای قدوس اسرائیل که بر تسبیحات اسرائیل نشستی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو، هللویا، ملکوت با چی میاد؟ با سلطنت میاد، با کرسی میاد. تو وقتی پرستش میکنی یک کرسی درست میکنی که خدا سلطنت چه میاره تو خانواده تو، آمین، توی زندگی بچه تو، تو پسر تو، دختر تو، تو شوهر تو، روی زن تو، تخت سلطنتشو میاره. دعوت میکنه خدا بیا سلطنت کن، بیا ملکوت تو، بیا تو خونه من، تو قلب من، تو زندگی من بیا. چطوری؟ خدا میگه اول یه تخت بساز تا من بیام سلطنت کنم، آمین. و بعد نکته بعدی مسیح میگه اراده تو چنان که در آسمان است. داشتم دعا میکردم سر این موضوع، خدا یه مکاشفه زیبایی داد و تو همین مسیر، و اون پیغام اینه: وقتی انسان وجود نداشت، اراده خدا در آسمان چه اتفاقی میافتاد؟ زمین نبود، انسان هم نبود، خدا بود و فرشتگان. این مقدار راهنمایی کردم. اونجا چه اتفاقی میافتاد؟ اراده خدا برای فرشته‌ها چی بود؟ پرستشش میکردن. خدا بر تخت سلطنت خودش، انسان هم وجود نداره، میگه فرشته‌ها او رو چیکار میکردن؟ پرستش میکردن. حالا خدا اومده روی زمین رو خلق کرده، انسان هم خلق کرده، حالا میگه اراده تو چنان که در آسمان از ابتدا بوده، از پیش از بنیاد عالم بوده، پیش از انسان بوده، حالا بیاد تو زمین. یعنی خداوند رو زمینم مردم خدای واقعی را ستایش کنن. مسیح میگه اینطوری دعا کنید. قبل از اینکه بگی خدای نان روزانه به من بده، شروع کن ستایش و شکرگزاری و تخت سلطنت برای خدا بذار. غیر ممکنه سر سفره‌ای که خدا نشسته سفره تو خالی باشه. غیر ممکنه سر بستر بیماری که خدا آمده تو در مریضی تلف بشه. این از اراده خدا. دومین تأثیری که پرستش و ستایش داره، اینه که پیروزی خدا رو، خیلی از ما زندگی‌های شکست خورده داریم، واقعا یه غمی، یه اندوهی، یه شکستی وجود داره.
کلام خدا به ما میگه که وقتی شروع میکنی به خدای نیکو، خدای قادر مطلق، خدای شفادهنده، خدایی که ورای همه چیزه، وقتی شروع میکنی اینها رو گفتن، جالبه چیزی که در زندگی تو اتفاق میفته یه قوت و یه پیروزی که یه نفر هست مافوق تمامی قدرت‌ها روی شرایط زندگی تو سلطنت میکنه. آمین. اصلا دل قوت میگیره. خیلی از آدم‌ها دنبال یه وکیلی هستن که میگن یارو وکیل خیلی گردن کرفته، تیغش خیلی میبره، تو اینو بگیری حتما بردی. دلت گرم میشه، که معمولا اکثرا هم خالی بردیه. ولی چیزی که هست وقتی شروع میکنی خدا رو به عنوان وکیل زندگیت شروع میکنی اعلام کردن که اون کیه تو زندگی تو، یک شانس، در واقع یک احتمال پیروزی رو در قلب خودت پیشاپیش احساس میکنی که من پیشاپیش بردم. برادرم مرداد راجع به این صحبت کرد، گفت با اینکه همه حرفا میدو در قلب من یک چیز میگفت که این مال تو خواهد بود، اگه خدا درو باز کرده حتما مال من خواهد بود. توی پولس تو دوم قرنتیان باب 2 آیه 14 یه آیه خیلی کوتاه میگه، میگه لیکن شکر خدا راست، تو بعضی ترجمه ها میگه لیکن حمد خدا راست، گفتیم حمد یعنی شکرگزاری، که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود میبرد. موکب، کی میدونه موکب یعنی چی؟ ظفر که میدونیم، یعنی موکب یعنی چی؟ چیا؟ نه مرکب، نه موکب، موکبه. آره هم خانواده، یه خانواده دیگه به هر حال. جانم؟ نه. در کی گفت مسیر؟ آفرین. در اون راه، در اون مسیر پیروزی خب پیش میره. میگه خدا رو شکر کن برای اون پیروزی، تو راه پیروزی که داره میبرتت. پولس زمانی داره این آیه رو میگه که توی فرهنگ روم معمولا وقتی یک پادشاهی میرفت یک جایی رو فتح میکرد، یا یک جنرال میرفت، یک فرماندهی میرفت یک جایی رو فتح میکرد، وقتی برمیگشت معمولا سوار بر یک عرابه میشد و یه اسب سفید این عرابه رو میبرد که سمبل پیروزی بود و اینکه الان همه چی آرامه، همه چی در صلح، خیالتون آسوده بشه، ما پیروز شدیم. سوار بر این عرابه میشد و توی کوچه ها و خیابون های شهر میرفت و تمام اسرای در واقع دشمن را پشت سر این در غل و زنجیر، در واقع پشت این سر عرابه تو شهر میرفت. مردمی که تو پیاده روها ایستاده بودن در واقع شروع میکردن در واقع به تمجید این فرمانده، در واقع این پادشاه که پیروزی آورده برای ما، برای سرزمین ما پیروزی آورده، و شروع میکردن به تمجید و در واقع قدانی و به حال چیزای خوب گفتن. و این شخص میچرخید. حالا خب خیلی هستن دنبال یک مرد سوار بر اسب سفید هستن. پولس راجع به این داره صحبت میکنه که میگه خدا را شکر بکنید که در مسیح عیسی ما تو این مسیر پیروزی، این مراسم رو داره توضیح میده پولس که این مراسم، تو این مراسم ما شرکت داریم. سوال، آیا ما جزء تماشاگرها هستیم؟ نه. آیا ما جزء اونها هستیم که در قل زنجیر خجالت زده و افسرده؟ نه. ما کنار اون جنرال، توی اون کاراسیه، تو مسیرهای پیروزی که جاده‌های پیروزی بهش میگفتن، که وقت جای رو فتح میکردن توی جاده‌ها میچرخوندن. مسیح میگه که خب خدا رو شکر کنید که چون که مسیح پیروز شده شما هم با او پیروز هستید. برای چی شکرگزاری میکنم؟ چون که پیشاپیش تو پیروزی رو داری. شکرگزاری میکنم برای اینکه نجات رو دارم. شکرگزاری میکنم در مسیح قدرت انجام هر کاری دارم. شکرگزاری میکنم که اون خداوند منه. همونطور که ایوب میگه، میگه خدا رو شکر میکنم که ولی من زنده است. حکم من زنده است، وکیل مدافع من زنده است. ایمان دارم که خدای من مرا تنها نخواهد گذاشت. اون مددکاری است که در تنگی ها یافت میشود و فوراً یافت میشود. آمین.
میگه شروع کن شکرگزاری برای پیروزی که مسیح داده. کلام خدا چی به ما میگه؟ میگه مسیح عیسی سر شیطان رو و تمام قدرت‌های تاریکی رو روی صلیب کوبید. آمین. سر او کوبیده شده و در واقع ما کافیه دم او رو بکوبیم. وقتی تو مطمئنی که پیروزی انجام شده، دیگه به اون لشکر شکست خورده در قل و زنجیر نمیترسی. شکرگزاری میکنیم برای چی؟ برای پیروزی که خدا به ما وعده داده. پیروزی که در عیسی داریم ما. دلیل داریم برای شکرگزاری. اما سومین موضوع رو تیترش رو به شما میگم. میگه شکرگزاری و ستایش باعث میشه که غم و افسردگی از زندگی ما بره بیرون. زندگی انسان‌ها رو غم و افسردگی فرا گرفته. یکی از بزرگترین بیماری‌های که در واقع به روانپزشک مراجعه میکنن بیماری افسردگی. دپرشن. غم و افسردگی. ناامیدی، یأس، زانوی بغل، غم به بغل گرفتن، چه کنم، چه کنم. امسال سال پسندیده خداست. اشعیا 61 میگه سال یوبیله. سال یوبیل یادتون هست؟ سالیه که آنچه که از دست دادی رو خدا به تو برخواهد گردان. سالیه که اسیران آزاد میشن، سالیه که درهای زندان باز میشه، سالیه که قرضهای تو داده میشه، سالیه که آنچه که منتظرش بودی خدا به تو خواهد داد. و این سال یوبیل هر 50 سال یه بار اتفاق میافتاد و مراسمی داشت که توی این مراسم در واقع شیپوری نواخته میشد که بهش میگفتن شیپور یوبیل. توی قوم اسرائیل شیپورهای زیادی، کرانه‌های زیادی نواخته میشد که با هم فرق میکردن، هر کدومش هم یه معنی داشت، اما یک کیش بود به نام شیپور یا کرانه‌های یوبیل که صداش هم فرق میکرد، که کسی که این صدا رو میشنید هیچی نداشت به جز اینکه شادی بکنه، خوشحال بشه، چون که میگم زمین‌هایی که از دست دادن برمیگردونن. اگه زندان بود آزاد میشد، اگه اسیر بود آزاد میشد، اگه غلام بود برده بود بعد میومد دیگه خونش پیش پدر مادرش، پیش خانواده‌ای زندگی میکرد، دیگه مجبور نبود اسیر باشه. یک سالی بود که خدا مهیا کرده بود که تمام اینها اتفاق بیفته. قبلا چند ماه پیش راجبش صحبت کردم، راجب سال یوبیل. و کلام خدا داره به ما میگه که توی این سال اتفاقی که میفته چیه؟ تو آیه 3 میگه تا قرار دهم تسلی برای ماتمیان و ایشان ببخشم تاجی به عوض خاکستر و روغن شادمانی به عوض نوگری و ردای تسبیح که ستایش به جای روح کدورت. خدا امسال کسی که تو سال پسندیده زندگی میکنه روحیه شکرگزار و روحیه ستایشش از اینکه آنچه که من سال گذشته نبودم امروز در مسیح عیسی خدا به من وعده داده. آمین. خدا به من وعده داده. میخوام تا اینجا اینو ببندم. سه کار میکنه. تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به جای خاک بر سر، بخش خاکستر، اوکی، و ردای شکرگزاری یا ستایش به جای روح غم، کدر، روی شکسته، افسرده. سه تا چیز خدا به ما میده: تاج، روغن، ردا. اگر شروع کنم این سال یوبیل با شکرگزاری که مرسی خداوند تو اینو به من دادی، شروع کنم ستایش کنم خدا را، هللویا، تاج افتخار، قلب آرام در زندگی من و تو که حق من و توست به من و تو برمیگرد. اگر ندارم برگردم به پرستش هم، برگردم به شکرگزاریم، شروع کنم خدا رو تمجید کردن، خدا رو در علائلین
بعضی میگه برادر من بلد نیستم پرستی، من تازه ایمان آوردم، تازه اومدم کلیسا، چی کار کنم؟ برید مزامیر رو بخونید. مزامیر یعنی ستایش ها، مزمور یعنی ستایش، مزامیر یعنی ستایش ها، معنی زبان عبریه. تمامی این مزامیر که نوشته شده به الهام روح خدا، خیلی از اینها ستایشه در وصف خدا. دیدی ما همش داریم از مزمور میخونیم. شروع کن یه قسمت از مزمور و اینطور دعا کن: خداوندا، این مزمور که به الهام روح تو نوشته شده و ستایش در وصف تو، خداوند این از زبان و قلب من در وصف خودت به عنوان ستایش بپذیر و شروع کن از روی اون خوندن و خدا او رو به عنوان ستایش از تو میپذیره و کم 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 روش میکنی، روح ستایش در تو تقویت میشه. دیگه احتیاج نیست فقط روی کتاب بخونی، بلکه خدا او روح شکرگزار رو در قلب تو میکاره که بتونی خودت از قلبت ایده بگیری، از قلبت جمله بگیری و از قلبت شروع کنی خدا رو ستایش کردن. ستایش یعنی دادن. وقتی ما جمع میشیم اینجا، جمع میشیم که به خدا یه چیزی بدیم. چی بدیم؟ آنچه که او شایستشه و لایقه. باشه که به نام مسیح ستایش از کلیسا به خانه های ما بره و در هر خانه کرسی از ستایش برای خدا ساخته بشه. به نام مسیح. آمین. خداوند، به نام مسیح کلیسا تو برکت میدم. کلیسای تو پرستندگان نیکوی تو باشن. کلیسای تو ستایش کنندگان و شکرگزاران باشن. خداوند روحیه نمکشناسی، روحیه شکرگزاری، روحیه قدردانی رو در ما خداوند تقویت کن و به نام مسیح هر روی غرغر و شکایت و گله و خداوند و چیزهای منفی رو به نام مسیح از قلب و زبان ما بشور و پاک بکن. میخوایم خداوند واقعا زندگی ما پر از برکت باشه. تو رو شکر میکنیم خداوند که تو رو داریم و میتونیم خداوند نیکویی تو رو، رحمت تو رو و وفاداری تو رو که تا ابد است خداوند رو تمجید و پرستش کنیم. میخوام به نام عیسی مسیح خداوند ما رو به عمق‌های جدید ستایش و پرستش خودت وارد کن. ما رو خداوند رو در شکرگزاری خداوند رو تقویت کن. خداوند رو شکرگزاری یعنی دیدن نیکویی‌ها و رحمت خدا، یعنی قدردانی کردن از خدا، یعنی تشکر کردن از تمام نیکویی‌های خدا. و کسی که روحیه شکرگزار داره با مردمی که روبرو میشه در اونها هم چیزهای نیکو میبینه و اونها رو به خاطر وجودشون شکر میکنه. خدا به نام عیسی مسیح روحیه شکرگزار از آسمان برید بر ما که به نام عیسی مسیح بریز خداوند را در کلیسای تو. ای خداوند، زبان شکرگزار رو برکت بده، آسمان رو برای شکرگزار باز کن، سفره شکرگزار رو پر برکت کن، بچه های آدم های شکرگزار رو خداوند رو محافظت کن، از اموال افراد شکرگزار خداوند رو به نیکویی حمایت کن، خداوند از شغل و کار آدم های شکرگزار خداوند اون رو برکت بده، صاحبکارش هم برکت بده. اگر همه جا پلایته بشن، همه جا برشکسته بشن، اون جایی که شکرگزارها کار میکنن به نام عیسی مسیح پابرجا باقی خواهد ماند. به نام عیسی مسیح خداوند بذار آنچه که زحمت میکشیم خداوند اندک اما با شکرگزاری ثمرات نیکو و بیشتر به بار بیاریم. به نام عیسی مسیح خداوند روحیه شکرگزاری رو در ما تقویت کن. هللویا. بیا ای خدای قدوس بر تسبیحات کلیسای اسن جلوس فرما تا تو در میان ما جلال بیابی. به نام عیسی مسیح ما رو مرخص کن و هفته که در پیش رو داریم، هفته شکرگزار و پر از ستایش برای ما رقم بزن. به نام عیسی مسیح با شکرگزاری. آمین. 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 خداوند شما رو برکت بده، برکت نیکو در قلب و زبانتون و زندگیتون بماند. به نام مسیح. آمین.